سلام مولای من، سلام معشوق عاشقان و سلام رمز حیات. میخواهم از جور زمانه بگویم، میخواهم بگویم و بنویسم از فسادی که جهان را چون پرده ای در بر گرفته. اما زمان فرصت کوتاه است، انسان ناتوان از گفتن و نوشتن. پس ذره ای از درد دلم را به زبان می آورم تا بدانی چقدر دلخسته و دلگیرم. آغاز نامه به نام جهانبان جهان و جهانیان، خدای هر دو جهان. سلام آقای من و ای مولای من، میدانی چند سال است انتظار میکشم؟ از وقتی سخن گفتم و معنای سخن خود را فهمیدم انتظارت را میکشم. بیا و این انتظار را به پایان رسان. خستم از دست زمانه. چقدر جور زمانه را تحمل کنم؟ چقدر ناله مظلومانه مردم، کودکان و معصومانی که زیر ستمند بشنوم و سکوت کنم؟ خودت بیا و این جهان سیاه را به پایان ببر. بیا و جهان را آباد کن و از آمدنت جهانی را دلشاد گردان. میدانی چند جوان همسن و سال من بدون تو آواره اند. بیا و پناه بی پناهان باش. گفته بودند که می آیی. میدانی چند سال در این جمله تأمل کرده ام. به اندازه تمام سالهای نبودنت می خواهم که بیایی و با من حرف بزنی و درد دلم را بشنوی که من جز تو بابایی مهربان ندارم. چند پیش بود که خوابت را دیدم. چقدر شیرین بود لحظه ای که بر پای تو افتادم و بوسه بر آن پای زدم. بهار جلوه دیگری داشت و معنای تازه. اما خواستم بگویم که ای کاش خوابم به حقیقت بپیوندد. اما ترس دارم تو بیایی و من نباشم. ترس دارم بیایی و لیاقت بوسیدن پایت را نداشته باشم. میترسم بیایی و باز دوباره در خواب باشم. میترسم بیایی همه تو را ببینند و تنها من از دیدنت محروم بمانم. هنوز میترسم. حس میکنم با اینکه شبها خواب به چشم ندارم، اما در خواب غفلتم. بیا و بیدارم کن. بیا و هوشیارم کن. بیا و همه جهانیان را از خواب غفلت بیدار کن. همه به خواب سنگین جهل فرو رفته اند و صدای مظلومان و دلشکستگان را نمی شنوند. خودت بیا و همه را از این کابوس جهانی نجات بده. ای منجی عالمیان، جهان در انتظار توست. من میخوانمت که به نام جدت حسین بیایی. اللهم اجل لولیک الفرج. امام زمان مهربونه، سلام. دلم میخواد با شما حرف بزنم. آخه مامانم میگن شما حرف همه بچه ها رو میشنوید. میخواستم بگم خیلی دوستتون دارم، از ده تا هم بیشتره. همین همش دعا میکنم شما زودتر
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بینندگان عزیز، امیدوارم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشین. خواهران و برادران ایمانی من، خیلی به خوش آمدید به برنامه دخیل ویژه ایام و لیالی شعبان و این آخرین و پایان این ویژه برنامه است. با هم قرار گذاشتیم به جهت مسمای شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام قدمی و حرکتی و توسلی رو نسبت به مادر این بزرگوار یعنی حضرت ام البنین سلام الله علیها داشته باشیم. عهد کردیم و الحمدلله یک سالی شد که پای این سفره روزی گرفتیم و هرگاه دلمون شکست، خسته شدیم از سختی های روزگار، پای سفره او نشستیم و انرژی و جان دوباره ای گرفتیم. خدا رو شکر که این وسیله های نجات رو برای ما قرار داده، که اگر ما این حضرات رو نداشتیم توی سراشیبی خطا و گناه الالعبد حرکت می کردیم و روزگارمون به سیاهی و تیرگی گذران داشت. مردم خوب، خیلی خوشحالیم که میتونیم یک جایی بارمون رو به زمین بگذاریم که به ما خدا قوت گفته میشه، اون هم محضر حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. شاید بگین چه حرفیه، ولی من از اون جایی که با سواد کمم و بضاعت مزجاتم و عمر کوتاهم دریافت کردم، این خانواده زیر دین احدی نمیمانند و لذا بارت رو که زمین گذاشتی، به قول معروف عرقت خشک نشده، دامنت، مشتت و جیبت رو پر میکنن از تمام خوبی هایی که شاید ثروتمندان، شاید که نه، حتما بر این غلط خودم اعتراف میکنم، ثروتمندان عالم هم تواناییش رو ندارند که مزد کار تو رو بپردازن، خاصه اگر از روی اخلاص و پاکی فکر و نیت و قلب باشه. امیدوارم حضور شما رو کنار این سفره و همراهی ما با نگاه سبز امام زمانمون و نظر لطف او با هم قاطی بشه و حبل متین و راه نجات ما به وسیله این آقا قلم بخوره. خیلی خوش آمدید، اولین بخش رو تقدیم شما مردم خوب میکنم. کجا صاحب اختیار
الحمدلله رب العالمین. توفیق چیزی است که باید از جانب حضرات به انسان برسد. برای خود توفیق پیدا کردن هم میبایستی سفارش شده عمل کرد، یعنی توسلی برای کسب توفیق برای خودمون رقم بزنیم. در شبهای گذشته با هم صحبتها رو کردیم و الحمدلله توی این حدوداً 21 برنامه، ببخشید 18 برنامه، با کارشناسای مختلفی به گفتگو نشستیم و خدمتتون عارضم این نتیجه رسیدیم یکی از راه‌های جلب رضایت حضرت توسل به حضرات معصومینه. منتها یک توسلی رو باید بگیریم که توفیق پیدا کنیم که محضر حضرات بتونیم دستمون رو بر دامن اونها بیندازیم. خیلی سخت شد؟ نه، خیلی راحت. ما باید التماس کنیم به ما اجازه بدهن براشون کاری انجام بدیم. تمام. اگر روزی دارید شما بیننده باشید، بچه های خوبی که با من همکاری میکنن این سفره رو برای شما تنظیم بکنن و به نمایش بگذارن، و اون کسی که میاد که بخانه و اون کسی که میاد که به نوعی خدمتی بکنه، همه اینها با نگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. هیچ برگی بدون اذن امام به زمین نمیفته. این مطلب درست مسجل و طبق روایته. هیچ حرکتی و هیچ قضیه‌ای بدون نگاه و اذن امام معصوم رخ نمیده. لذا اگر کاری میکنیم، اگر حرکتی میزنیم، شما در خانه، من در امر رسانه، دیگری حتی در مغازه، دیگری در تربیت فرزندان، همه اینها نگاه و لطف خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. تعارفم نداریم. خب حالا چی کار بکنیم؟ مگه میشه یه مادر میخواد برای فرزندش یه کار تربیتی انجام میده، از کجا توفیقش رو پیدا بکنه برای اینکه بتواند فرزندی خوب، سالم، صالح به جامعه ارائه بده؟ باید توسل کنه که آقا جان شما به ما کمک کنید، یاد ما بدهید از جهت معنا که با فرزندانمون چگونه برخورد کنیم که فردا روز مهدوی باشند و در مواجهه با خطرها و شبهات ضد دین استوار و ثابت قدم باشند. برای این باید توسل داشته باشیم. امشب نیت کردیم به انواع نیاتی که توی ذهن شما هست و ما هم برای خودمون نیاتی رو برگزیدیم، دوباره دست به دامن این مادر گرانقدر بشویم، کسی که مورد احترام خاصه ی حضرات معصومین، نه فقط در اون 4-5 عزیزی که با حضرت ام البنین در ارتباط بودن، بلکه دیگر حضرات هم به نام او، به شخصیت او، به اعتبار او احترام می کردن و مورد لطف قرار می گرفتن. اما یاد گرفتیم که مادران حضرات رو هم به جهت مظلومیت با خودمون توی امور معنویمون شریک کنیم. فرزندان این مادرها حتما به ما نگاهشون رو بیشتر و چند برابر میکنه. میخوام بگم ما به نیابت از حضرت نرجس خاتون پای این سفره ام البنین برای فرج فرزندشون دعا میکنیم. اصل موضوع سفره حضرت ام البنینه. میزبان اصلی کیست؟ نرجس خاتون سلام الله علیها است. به چه منظور؟ به نیت فرج. الان سه تا موضوع رو با هم درگیر کردیم. خب بعضیاتون شاید بگین او اولا نه خدا ناتوانه العیاذ بالله در دادن کراماتش، نه بخیله، نه این افرادی رو که الان براشون واسطه قرار دادیم و خواستیم برهی ببریم جزء افرادی هستن که خدا برای اونها چیزی خرج نمی کنه. پس زرنگ باش. بی بی نرجس رو
دخیل کارت کردی و توی مسیر حرکتیت او رو شریک کردی، از ناحیه مادر امام زمان خیلی چیزها نصیبت میشه. حضرت ام البنین که سفره به نام اوست، برای اون هم دعا به جان حضرت حجت خواهیم کرد و دعای فرج خواهیم خواند که این هم مؤثر است و به شما دعا خواهد کرد. امام زمانت چه کسی و چه شخصیتی بالاتر و بهتر از وجود نازنین حضرت حجت که دعاگوی من و شما باشه؟ مگر داریم؟ به قول معروف میگم مگه میشه، مگه داریم؟ حتما این گونه رفتارها رو تمرین کنید مردم خوب. همین امروز خیلی ها به من پیام دادن، چند نفری پیامک زدن، چه به برنامه چه به شخصی، که ما امشب همراه شما سفره پهن کردیم. مادر عزیز و سالخورده ای سرکار خانم صمدی زنگ زد و پیام داد که من سال گذشته همین حوالی شبها که شما سفره داشتید با شما سفره انداختم، حاجتم رو هم گرفتم، امسال هم دارم با شما سفره میاندازم. یعنی این سفره فکر نکنید فقط توی استودیوی شبکه جهانی بیت العباسه، دارم قوی میگم و با باورم میگم، میدونم تو خونه تک تک شما این سفره پهنه. حالا یا همین تصاویر و فیلم ها توی خونه شماست، یا نه شما هم زرنگ بودی یک سفره در حد بضاعت خودتون پهن کردید، یک چند شی گذاشتید که تبرک بشه. مردم خوب، یه وقتی یک پارچه آب میذاشتن قدیم ها، بعد میگفتن این آب به خاطر دریافت امواج مثبتی که توی جلسه اهل بیت بوده الان به هر مریضی بدید خوب میشه. یاد بعضی جاها دیدم رسم هست، همکنون حدیث کسا مخصوصا خیلی به چشمم اومده، وقتی زیارت رو میخونیم و این دعا رو میخونیم، قندون از قند رو میگذارن، میگن بعد ما این قند متبرک رو به بیمارانمون میدیم و اونها الحمدلله به برکت نام خمسه طیبه، این پنجتن آل عبا، حالشون خوب میشه و تقدیر الهی و نگاه پر لطف او خوب میشون. پس میخوام چی بگم؟ میخوام بگم زرنگ باشید توی این دور زمانی که همه دنبال اینن که یکی کارشون رو حل بکنه، یه جوری وضعشون تغییر بکنه، بدو بدو این بر بازار، اصل بازار این طرفه، اصل خیر اینجاست. حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین، هیچ جایی هیچ خبری نیست. هر جای دیگه رفتید بدونید کارتون خراب شده، باطل شده. من چون چند وقتی با این دوستانی که حالا توی فضای قانون جذب و اینها هم ارتباط دارم براتون اینجوریم، اونا خیلی دارن توصیه میکنن حال خوب خدمت شما عارضم، که فکر و ایده خوب، سعی کن موج مثبت به خودت و اطرافیانت بدی، تو فکرت باش، بنویس تا برات محقق بشه، و از این قوانینی که دارن میگن منکرش هم نمیشیم، خیلی ها جواب گرفتن، حالا کاری به اون بحثش نداره. میخوام بگم تموم اینها با منید، تموم این قوانینی که الان دارن توی این دست حرفا میزنن که در دکونش هم خیلی زیاد شده، همه و همش در این خونه است. کائنات از کی دارن دستور میگیرن؟ میگه بنویس تا کائنات برات رقم بزنه. میخوام ببینم وقتی برگ بدون اذن امام رو زمین نمیفته، کائنات از کی دستور میگیرن؟ الا از امام وقت. پس حرفتو به امام زمانت بزن، شکر میخوای بکنی از امام زمانت شکر کن و تشکر کن و از خدای خودت. اینا همه در طول همنا هیچ مشکلی نیست، خدا رو سپاس میگی، الحمدلله رب العالمین، به امام زمانت هم میگی ممنونتم که هوای منو داری، هرچند من خطاکار و آلودم. توی این تابلوه یا توی اون یکی تابلوه قبلیه، روزای اولیه کارشناسانمون نوشته بودن که حالا دارم نگاه میکنم ولی هنوز پیدا، آها، هر نعمتی به شما رسید بگویید. نمیدونم بچه ها میتونن بگیرنش؟ باریکالله امیر عباس بگیره. هر نعمتی به شما رسید بگویید، اللهم بارک لمولان المهدی علیه السلام. آثار و برکات این پایین، آثار و برکات فراوانی برای شما داره.
چی میخوام بگم؟ شبی که پایین تر امیر عباس، آفرین اومدش. این میخوام بگم که اگر شما دست به دامن این خانواده بشید، بلا استثناء بردید و موفق شدید و نگاه حضرت رو به سمت خودتون جلب کردید. یه مقدارم شرط کنارش داره که توی همه کارها هست، تو هم باید اهل رعایت باشی. سلام علیک سلام، به قول قدیمی ها دید بازدید. تو از آقات میخوای، باید به آقات هم یه چیزایی رو بدی. چی بدی؟ رفتار خوب، اخلاق خوب، تقوا، تهمت نزدن و خیلی مباحث اینها که دیگه توی این 10-18 شبه با هم حرف زدیم و خدا رو شکر. امیدوارم که واقعا یک تغییری در ما ایجاد بکنه. همه دارن میگن قرن جدید، قرن 15 تغییر، الهی رقم بخوره. منم موافقم، باید این قرن با قرن قبلی فرق بکنه و ما به فال نیک میگیریم. سالی که با نام حضرات معصومین به پایان رسید و باز تو دل نام حضرات معصومین آغاز شد، سالی که نکوست از بهارش پیداست. آماده اید؟ میخوایم بریم برای آقا جانمون دعا بکنیم. رسیدیم به لحظه عاشقیمون، اون آقایی که همواره به فکر ماست، همیشه هوای دل ما رو داره. ما بدیم ولی او خوبه. این خانواده اینقدر کریمن که حتی اجازه نمیدن کسی لب باز کنه، چون نامه نانوشته میخونن. ولی گفتن تو بگو، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابتتان کنم. امشب شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یه تلنگر بزنم، شاید یه انقلابی تو دلتون ایجاد بشه، بهتر و زیباتر دعا بکنیم. من 2 بار، 3 بار، 4 بار برای شما یه مطلبی رو بگم، دیگه هفته 5-6 از من نمیپذیرید. میگی بس سهیه دیگه، همه حرفا عین هم شد. اما یه کسی است 1400 سال، شاید آره دیگه 1400 سال تقریبا، یه روزه رو داره میخونه. دلت با منه؟ اگر حواست اینجا نباشه نمیگیری چی دارم میگم. خیلی لطیف. یه مادر 1400 ساله یه داستان و یک واقعه رو هر شب جمعه تکرار میکنه. آی مادرها، امشب خیلی برای بچه‌هاتون دعا کنید. حرفش هم 4-5 کلمه بیشتر نیست. میگه بنیه قتلوک و من الماء منعوک. این روزه رو 1400 ساله، هر روز اگر نه هر شب جمعه کنار مزجع فرزندش میخونه، که اگر فضا مهیاتر بود بیشتر بازش میکردم، به حق اون مادری که در شهادت فرزندش صیحه ای زد که زمین و زمان، آسمان و زمین تکون خورد. عجل ولی یکل فرج. الهی عظم البلا، و بره الخفا، و انکشف القطاع، و انقطع الرجاء. المستعان
کل مشتکو و علی کل معولو فی شدت برخو سر او هو اقرب یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد اکفیانی سرانی فإنكما ناصر یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 محمد و آله طاهری بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام، شب و روزگار بر شما خوش باشه و انشالله که لحظات خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید، ایام هم به کامتون باشه و انشالله در شادی اهل بیت دل تمام شما بینندگان و همراهان گرامی شاد باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که حالتون خوب باشه و این ایام شاد و مبارک بر همه شما میمون و مبارک باشه. انشاءالله امشب این شب بابرکت، شب جمعه، شب رحمت، در کنار سفره‌ای که به نام مقدس حضرت ام البنین سلام الله علیها هستش و با عنایت فرزند بزرگوارشون که همه ما الحمدلله زیر بیرق آقا قمر بنی هاشم علیه السلام هستیم، حاجات تک به تک شما عزیزان برآورده به خیر بشه و انشاءالله تذکره کربلای هممون امضا بشه. امشب رو تا پایان برنامه با ما همراه باشید و همچنین دوستان آشنایان خودتون رو خبر کنید امشب سفره بابرکتی پهنه، همگی در اون
سهیم بشید. ممنون و تشکر از شما آقا سید معین عزیز و بینندگان محترم که با ما همراه هستن. تشکر ویژه داشته باشم از بینندگان همراهانی که در اجرای این برنامه و سفره حضرت ام البنین سلام الله علیها با ما همکاری داشتن و نظرات خودشون ارسال کردن. انشالله که قبول باشه از شما. همینطور که شبهای گذشته هم عرض کردم، شما همه سفره توی منزل خودتون پهن کنید و چیز تبرکی قرار درون سفره و با ما همراه باشید و انشالله از اون تبرکی میل بکنید و به بیماراتون بدین که انشالله شفا در همین برکات اهل بیت علیهم السلام هست. 100% همین علی آقا. خیلی ها از دیروز که ما تبلیغ این برنامه رو گذاشتیم پیام دادن بهمون، مریض داریم، گرفتاریم، خیلی حاجتاشون رو گفتن. حالا انشالله فرصت باشه در طول برنامه میخونمش. فقط میخوام بگم در طول برنامه و مدداهی و در کنار این سفره اگر دلتون شکست و قطره اشکی جاری شد واسه همدیگه دعا کنید. خیلی ها گرفتارن، خیلی ها حال دلشون خوب نیست. اگر یک نفرم تو طول این برنامه امشب دلش شکست، رو خدا اول برای فرج و بعد برای همدیگه دعا کنید. اینم من بگم، علی آقا گفتن مطلب رو کامل کنم، که اگر دوست دارید شما هم در این سفره سهیم و شریک بشید، هنوز دیر نشده. شماره کارت زیرنویس میشه مدام، میتونید اونو بردارید، یادداشت کنید و اگر دوست داشتید هر مبلغی کمی یا زیادش مهم نبوده. علی آقا ما از 7000 تومان داشتیم پولی رو که واریز کردن تا بیاد مبالغ بالای 100 تومان و 200 تومان که خدا شکر مردم برامون واریز کردن به نیت این سفره و ما هم برای سفره و هزینه های جاری شبکه‌ای که به نام مقدس حضرت عباس علیه السلام هستش داریم خرج میکنیم و مطمئن باشن خدا اربابمون هزاران برابر بیشتر براشون جبران میکنه، جدای از اینکه حاجاتشون هم با یه نگاه و دعای خانم حضرت ام البنین سلام الله علیها برآورده به خیر میشه. پس همکنون هم میتونید در این سفره سهیم بشید. شماره کارت زیرنویس میشه، بردارید و هر چقدر که در توانتون هست و دوست دارید شما هم اسم خودتون رو در این سفره بیارید. ممنون، تشکر. یک فاصله کوتاه ببینیم، برگردیم با مهمان محترم برنامه، در خدمت شما عزیزان و همراهان هست انشاءالله. زلف شب را به سراپای سحر میریزم، تا خود صبح به راه تو قمر میریزم. ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدیم مگر برگردی، با همان 300 دلتنگ نفر برگردی. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد. دیدنت ارزش آوار شدن هم دارد. پیش مرگ تو نباشیم عقب میفتیم. از دل تنگ من آیا خبری هم داری؟ آشنا پشت سرت مختصری هم داری؟ منتی بر سر ما هم بگذاری بد نیست. آه کم چشم برا هم بگذاری بد نیست. به نظر میرسد این فاصله ها کم شدنیست، غیر ممکن تر از این خواسته ها هم شدنیست. دارد از جاده صدای جرسی می آید، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. منجی ما به خداوند قسم آمدنیست. سلام مجدد محضر شما بینندگان عزیز و درود بی پایان خدا به تمام کسایی که دلی دارند در گروه اهل بیت. شب جمعه است، شب زیارت مخصوصه ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دهه سوم دیگه، الان شب 21 از ماه شعبان و وارد دهه سوم از شعبان شدیم. از افاضل زمانهای زیارت امام حسین علیه السلام در شب نیمه بوده، ولیکن هیچ زمان جایی رو ندیدم و نخواندم و نشنیدم که اگر دل پر کشید به سمت حرم سید الشهدا علیه السلام به او بها نمیدن، مگر اینکه مثلا در زمان خاص خودش باشه. اما امشب به نوعی سفره همه گونه پهنه و فراهم فرصت که دلهاتون رو هم روانه کربلا کنیم مدینه. مرغ دل یک بام دارد دو هوا، گه مدینه میرود گه کربلا. چون دل خاصتا ایرانی زبانها و فارسی زبانها خصوصا در بقی در یک منطقه
خاصش هست که اونجا قبر مطهر این مادر چهار شهید حضرت ام البنین سلام الله علیها است. ولی خب روزه ام البنین سلام الله علیها خارج از نام مبارک امام حسین علیه السلام نیست. خدا رو مسئلت داریم و تقاضا داریم که توفیقش رو به ما بدهد که امشب بتوانیم درست خدمتگزاری بکنیم. خب من خیلی مقدمه بیش از این نمیچینم. میخوام بگم که زود توی امر خیر میگن حاجت هیچ استخاره و تأخیری نیست. هیچ امری زیباتر و دلچسبتر از شنیدن اولا مد فضیلت و یا روزه حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین نیست. لذا اجازه بدید برادر خوب و دوست داشتنیم از مددهان با اخلاص آستان اهل بیت و خطه شهر قم رو معطلش نکنم. جناب احمد آقای دوست داشتنیمون آقای نصراللهی که امشب دعوت ما رو پذیرفتن و کنار سفره حضرت ام البنین پیش ما هستن. آقا سلام نه. سلام عزیزم. خیلی خوش آمدید. ببینندگان سلام عرض پرسی داشته باشید. سلام و عرض ادب و احترام دارم. بنده هم این ایام رو تبریک و تهنیه درز میکنم. انشالله که عیدیمون فرج حضرت باشید. الهی آمین. چه خبر آقا جان؟ الحمدلله. امسال برای شما آغازش خوب بود؟ الحمدلله. تو الان که خوب بود. خدا رو سجزار مرتبه شد. انشالله که مستدام باشین و زیر پرچم اهل بیت خدمتگزاریتون پررنگتر از قبل، پرتوان‌تر از قبل و انشالله نفستون گرم‌تر. به دعای شما انشالله. قربون شما. بینندگان عزیز. مردمی که الان دارن ما رو می‌بینن به عنوان بیننده و حالا باید بگیم دیگه مستمع، به قول معروف هیئتی‌وار صحبت بکنیم، شدیداً التماس دعا گفتن و همراهی کردن خاصه توی این موضوع و این برنامه. چون سفره از تومل بر این رو هر ماه داشتیم از سال گذشته تا الان، یعنی هر چهار شب جمعه یکیش سفره از تومل بر این بوده الحمدلله. ولی این ظاهراً برای مردم یه حرکتی بوده که خب هم حضور هم از جهت مالی خیلی مشارکت کردن و پیداست چشم امید به حضرت ام البنین بسیار دوخته و ممنوندار لطف خدا حضرات و مردم خوب هستیم که میتوانیم یک خدمتی رو انجام بدیم. التماس دعای بیماران الا ماشاءالله بوده که انشاءالله کم بشه. التماس دعا برای خیلی چیزا داشته باشیم ولی برای بیماری حداقل نداشته باشیم. ان شاء الله برای مثلا به خونه بخت رفتن جوونا داشته باشیم، برای کسب و کار و پول فراوانتر داشته باشیم و اموری دیگه‌ای که همیشه انرژی خوب به آدم میده. ولی برای بیماری امیدوارم همه لباس عافیت به تنشون پوشیده بشه به برکت حضرت ام البنین سلام الله علیها. مثلا یه بیننده عزیزی گفتن که من زایای نخاعی دارم، با ما هم همراهی کرده، شرکت کرده از جد و شدیداً التماس دعا گفته. ولی همه اینها رو هم من میدونم هم شما میدونید، رأسش فرج حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرج و شریف. این میدان و شما انجام بده. هممون چشم امید داریم به این مادر و اون آقازاده عظیم و شأنی که دو دستش رو در راه امام حسین فدا کرد و عالم رو مدیون خودش کرد. بله همینطور. بسم الله. خدمتتون. قربون شما. ما احترام میکنیم به خاطر اینکه ذکر اهل بیت بوده. قدیمی ها هم همینجور بوده. یه بار من این رو دیدم و دیدم چه درس قشنگی است. کفش هامون رو در میاریم که الان فضا فضای روزه است، ما هم توی حسینیه باشیم به تعبیری. الله یادت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا زوجت ولی الله مادر. یا ام العباس یا ام البنین سلام الله علیها. منم بانوی آقای مدینه، پس از صدیقه زهرای مدینه، که می گفتم به زنهای مدینه حدیث درد و غمهای مدینه.
من و رنج و مصیبت ها کشیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. چه خوش بوده ای مدینه روزگارم، شنیدم از پدر شد بختیارم، امیر المؤمنین شد خواستگارم، به قربانش همه ایل و تبارم. نمی شد باورم این برگزیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. خدا را شاکرم الحمدلله، علی شد شوهرم الحمدلله، من و شاه حرم الحمدلله، اما کنیز حیدرم الحمدلله. از او فرمان ز من با سر دویدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. چه خوش بودم که در بیت ولایم، انیس و مونس شیر خدایم، کنیز خانه خیرون نسایم، حسینش میزند مادر صدایم. چه ذوقی داشت این مادر شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. دگر ام البنین شد نصیبم چار ماه نازنین شد، یکی بهتر از این شد، اما ابوالفضلم ولی زیباترین شد. ز روی ما هر شب بوسه چیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. زمانی سایه بر سر داشتم من، کنارم چار اختر داشتم من، حسین و اون و جعفر داشتم من، ابوالفضل دلاور داشتم من. پس از آن روز خوش دیگر ندیدم، شنیدن کی بود مانند دیدن. توسلم از اینجا شروع بشه. همه شور و نوایم را گرفتن، سر پیری عصایم را گرفتن، توان زانوهایم را گرفتن، حسین و بچه هایم را گرفتن. دگر من ماندم و حسرت کشیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. اما مادر شنیدم الغم قوغا به پا شد، تن سقا پر از تیر جفا شد، دو دستش بی هوا از سر جدا شد، حسین فاطمه قدش کمان شد، به پیش چشم یک لشکر خمیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. به قصد فرج بخونم. شنیدم دشمن اون را از کمین زد، شنیدم دشمن اون را از کمین زد، گلم را از یسار و از یمین زد، به فرق او عموده آهنین زد، علم داره مرا آخر زمین زد. نبود این راه و رسم لاله چیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. شنیدم بعد از این که آقا افتاد زمین، شنیدم هل هل در لشگر افتاد،
همین که از سر زین با سر افتاد، در آن لحظه به یاد مادر افتاد. کدوم مادر؟ همان مادر که در پشت در افتاد. زینب گفتن و از من شنیدن کی بود مانند دیدن. شنیدم ناله یدرک اخازد، زمین افتاد و زهرا را صدا زد، شرر بر قلب شاه کربلا زد، که با دست بریده دست و پا زد. که دیده این چنین در خون تپیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. سه بنده دیگه داره، از امام زمان عذر میخوام، انشالله آقا نظر کنه. شنیدم بعد عباسم چه ها شد، علم افتاد و دشمن بی حیا شد، میان خیمه پای شد دو دختر زیر دست و پا فدا شد. اینو با دلم نمیاد، به زبونم هم نمیاد، برم بنده بر. زنم بر سینه با زنها بگویم، علال عباس و ویلا بگویم، به جای حضرت زهرا بگویم. چی بگم؟ حسینم و حسینم و بگویم. منو این ناله ها از دل کشیدن، شنیدن کی بود. یه بندم با ابا عبدالله بند آخرم. شنیدم که حسینم بین گودان، به زیر دست و پا میزد پروبال، تنش در پیش زینب گش پامال. شنیدم ماجرا را رفتم از حال، ای وای ای وای، اگر این از تأثیر شنیدن کی بود مانند دیدن. شنیدن کی بود مانند دیدن. احسنتم طیب الله، خدا خیرتون بده. همه حرفا رو در قالب این چند بندی که زحمت کشیدین خواندید گفته شد، و انشالله که خداوند به برکت نام این مادر دلشکسته فرج آقا جانمون رو برسونه. الهی آمین. انشالله. تو دعا هم شما بفرمون. به حضورتون عرض کنم که انشالله به ما توفیق بدن که برای فرج حضرت و سلامت حضرت دعا کنیم انشالله. از در این خونه ما رو ترد نکنن انشالله. خودمون و نسل و تبارمون انشالله در این خونه باشن، دگیدهایی کنن انشالله. خدا به شما خیر بده، عزتتون 200 چندان بشه. ممنون از شما. نفستون گرمتر. ممنون از شما. خیلی محبت کردین. خوشحال شدم. بزم بیریای ما رو با نفس گرمتون زیباتر کردین. انج وظیفه بود. قربون شما برم. ان شاءالله که سلامت و تندرست باشید. ممنونم. خیلی متشکرم. تماس داد. خب بینندگان عزیز، لحظاتی فاصله بگیریم، زیارت کنیم بانوی گرانقدری که آبروی خاصه در خونه اهل بیت داره. اون بانویی که هرچند مادر چهار شهید بود، ولیکن صورتی از قبر در بقیع درست میکرد و کنار قبرها مینشست. آنچنان جانسوز و دلخراش گریه میکرد که به گواهی تاریخ حتی دشمنانی سنگدل و بیرحم مانند مروان حکم به حال گریه او گریه میکردند. و واقعا این بند پایانی هر کدوم از این بندهایی که جناب آقای نصرالله خوندن رو میشود در واقعه کربلا لمس کرد، که شنیدن کی بود مانند دیدن. من میخوام یه جمله بگم، حالا که دلاتون آماده است. حضرت ام البنین سلام الله علیها فقط داستان رو از بشیر شنید که فرزند تو رو این چنین به شهادت رساندن، عمود بر سر او زدن، بدن او رو مملو و آماج تیرها کردن،
دستهای مبارک او رو قطع کردن، سیحه زد و گریه کرد، اما فراموش نکرد. حسین چه خبر؟ از حسین چه خبر؟ از حسین چه خبر؟ گفتنش که مادر، ما داریم به تو اخبار فرزندانت رو میدیم، تو سراغ از حسین میگیری. فرمود که آن چه در زیر این آسمان و روی زمین است به فدای حسین. ولی تاب نیاورد این مادر، هر روز خودش رو به وسیله این شبیه قبرها به تعبیر و زبان الکن من تخلیه میکرد و خالی میکرد. میخوام عرضه بدارم خبر رو شنیدی بیبی جان و اینقدر بیتاب بودی، انان صبر هر روز از کف میدادی. اگر بودی جای زینب که دید تمام هستی زیر دست و پای دشمنه چه میکردی. یه وقتی زینب از روی بلندی نگاه کرد و شمر و جالسون نفس مادرم گرفت. سلام و درود خدا بر اون چشمی که با شنیدن نام حسین علیه السلام بباره ولو به اندازه یک بال ذباب یا یعنی پشه. فرمودن وجبت له الجنه. نوش جون شمایی که الان صفا کردید و امیدوارم به برکت همین دقایق کوتاه برنامه ما حاجاتتون برآورده بشه. دلاتون رفت مدینه تو جنت البقیع، میخوایم زیارت بکنیم قبر این مادر رو و بلکه مقام او رو احترام بکنیم. از همتون التماس دعا دارم، مد نظر داشته باشید رأس همه این حاجاتاتون فرج آقا جانمون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله، السلام عليك يا عزيزة الزهراء، السلام عليك يا أم البدور السواطي، يا فاطمة بنت حزام الكلابية المكنى بأم البنين، ورحمة الله وبركاته. أشهد الله ورسوله أنك جاهدت في سبيل الله إذ ضحيت بأولادك دون الحسين ابن بنت رسول الله، وعبدت الله مخلصة له الدين بولائك للأئمة المعصومين، وصبرت على تلك الرزية العظيمة
واحتسبتي ذلك عند الله رب العالمين وازرت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في المحن والشدائد والمصائب وكنت في قمة الطاعة والوفاء وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظ وديعتي الزهراء البتول الحسن والحسين وبالغتي وآثرتي ورعيتي حجج الله الميامين وسعيتي في خدمة أبناء رسول رب العالمين عارفة بحقهم موقنة بصدقهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم وحبهم على أولادك السعداء فسلام الله عليك كلما دجن الليل وأضاء النهار فصرت قدوة للمؤمنات الصالحات لأنك كريمة خلائق تقية زكية فرضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة منزلك ومأواك ولقد أعطاك من الكرامات الباهرات حتى أصبحت بطاعتك لسيد الأوصياء وبحبك لسيدة النساء الزهراء عليها السلام وفدائك بأولادك الأربعة لسيد الشهداء عليه السلام بابا للحوائج فإن لك عند الله شانا وجاها محمودا والسلام على أولادك الشهداء العباس عليه السلام قمر بني هاشم باب الحوائج وعبد الله وعثمان وجعفر الذين استشهدوا في نصرة الحسين عليه السلام بكربلاء فجزاك الله وأجزاهم أفضل الجزاء في جنات النعيم اللهم صل على محمد وآل محمد عدد الخلائق التي حصرها لا يحتسب أو يعد وتقبل منا يا قبول باشه بینندگان عزیز و امیدوارم که لذت برده باشید توی این دقایق و این شبها شاید حالا
بعضی ها تعجب بکنن، ولی باب توسل زمان نداره. هر وقت دلتون تنگ شد کافیه رو کنید به سمت آقا سید الشهدا، رو کنید به سمت امام رضا قربونش برم، رو کنید به سمت حرم حضرت معصومه کریمه اهل بیت یا هر جای دیگه که به عنوان ملجع و پناه من و شماست و انشالله اون سیم وصل بشه و نتیجه مطلوب حاصل بشه. ما اجازه بدید یه تعدادی از پیام‌های شما مردم خوب رو توسط برادر خودم سید بزرگوار جناب آقای سید آشور خوانده بشه که سهم بیشتری رو از شما در این برنامه داشته باشیم. من یک بار دیگه به زبان الکنم تشکر میکنم از تک تک دوستانی که همراهی کردن این نوبت اصطلاحاً و این برنامه خیلی توجه شما رو به خودش جلب کرده و ما هم خوشحالیم از این حرکت و الحمدلله خیلی از شما دوستان خوب همراهی کردید. امیدوارم که این خط ارتباطی شما با حضرات معصومین و توسلات نسبت به مادران اهل بیت که سعی کردیم امسال با نام حضرت نرجس خاتون، انشاءالله بر حضرت خدیجه هم در ماه مبارک رمضان برنامه هایی رو تقدیم شما خواهیم کرد، ولی کن با برنامه خاصی که برای حضرت نرجس تقدیم شما خوبان کردیم، آرزو کردیم بتوانیم بیشتر از پیش برای مادران معصومین صلوات الله علیهم اجمعین کار بکنیم و یک حرکتی رو بزنیم انشاءالله. اونم باید به عنایت و لطف خود حضرات باشه. یه چیزی رو اول برنامه من گفتم، خواستم بگم اول مجلس، یه چیزی رو اول برنامه گفتم بعد به دلم به دل خودم تقریبا نشسته یه و نمیدونستم هم چیه، بعد دوباره پرسیدم از بچه ها. من میخواستم برنامه دخیل رو که خب نیمه شعبان تمام میشد، یه شبم برای عید نوروز گفتم میذاریم سال تحویل تمام دیگه، ویژه برنامه ما تمام میشه، ولی کن نمیدونم چی شد به دلم افتاد. خب گفتم حالا ایام عیده، یه شب دیگه هم اضافه کنم به برنامه، دو شب دیگه، با اینکه حتی الان دوستان میدونن توی شرایط سختی من قرار گرفتم، ولی نمیدونم آمد تا شب جمعه اصلا هم فکرشو نداشتم که شب جمعه میشود. باور کن با اینکه این همه تقویم و مهمون و دعوت و اینها، الان یه به زبانم جاری شد که شب 18 گفتم به سن مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها حقا ندانسته رقم خورد که 18 تا بشه و خیلی دلم شاد شد از این فصل برنامه و ممنوندار لطف خود حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف هستم. شاید عهد کردم سالهای دیگه هم 18 شبه برم دیگه. مطمئن باشید چیزی که مادر بخواد همه کاره یا عالمه. با اجازه شما، در حدیث شریف کسا داریم که همون تیکش که دنیا برای من ارزش داره که خدا، حضرت جبرئیل میپرسن از خدا که اینا کیان زیر کسا، خدا پیامبر و امامان خودش رو به واسطه بیبی معرفی میکنه. فاطمه هست و پدر فاطمه. فاطمه هست و شوهر فاطمه، فاطمه هست و فرزندان فاطمه. این یعنی هم به کاره خلقت و این عالم مادرمونه. مطمئنم یعنی ما که دلمون قرص شد که نگاه بیبی به این سفره بوده. شب آخرم هست، شبای آخر روزه ها رو اینا رو مدعات آره کار میکنیم، شبای آخر رو با نام نامی مادرمون حضرت زهرا تمام میکنید. مادره دیگه. بله مادره. ممنون لطفش هستیم و انشاءالله از ما قبول بکنن. حالا این حرفا شاید برای بعضی ها توی رسانه خصوصا بله پسندیده نباشه، شاید حالا شبکه های دیگه هم تحقیق کنن بخندن. خیلی خوشحالیم از این حرکت اونها، تقدیم بکنن بخندن، مردم هم به وسیله ما شاد بشن. ولی میخوام بگم که برای ما اینها یه سری اعتقادات و باورهاست و انشاءالله که امضا بکنه مادر عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها و قبول بکنه. خب من سکوت بکنم، آسد ما این پیام های مردم رو بخونید. ممنونم. تا آماده میشه صد معین عرض بکنم خدمت شما بینندگان عزیز که برنامه دخیل انشاءالله شبهای جمعه تقدیم شما خواهد شد به روال سابقش، رأس ساعت 10 و انشاءالله اطلاع رسانی خواهیم کرد و امیدوارم که توی اون برنامه هم همین اتفاقات خوب و زیبا رقم بخوره و شما هم لذت ببرید. پیام هاتون رو و دلگفته ها و دلنوشته هاتون رو میتوانید به شماره 2098-993-323-0-757 ارسال بکنی، چون یکی از پایه های اصلی برنامه دخیل خواندن دلگفته ها و دلنوشته ها و پیام های شما مردمه.
که بتوانیم به این وسیله معنای دخیل رو جا بیندازیم. مردم التماس دعاهاتون رو وصل کنیم به امواج صوت و تصویر بره در کل جهان، خیلی ها آمین بگوین. حضرت حجت و حضرت سید الشهدا و دیگر حضرات معصومین هم که میشنوند و میبینن ان شاء الله به من پیام میدید. سید ما حاجتمون رو گرفتیم، سید ما آبرومند بودیم، نیازمند بودیم، دختر دم بخت داشتیم، پسر جوان داشتیم، نمیدونم بیمار داشتیم و هر کی هر حاجت و مطلبی داشته گرفته و شک ندارم خدا حفظ کنه. یکی از اساتید میگفت تو خیلی با جرأت میگی حتما میدن، من میگم بله حتما میدن، چون باور دارم این خانواده آمدن دست ما رو بگیرن. خدا به همشون داده از شأنیت، از مقام، از محبوبیت. اونها هم کم خادمانشون، کم کسانی که به اونها ارادتی دارند نمیگذاره. ممنونت. سلامت باش. قطعا هم همین آقا سید، همین قبل برنامه که شما داشتید اول برنامه دلنوشته میخوندین، من داشتم پیام رو جواب میدادم، یه خانومی به من پیام داد که یعنی وایس داد، قشنگ معلوم بود که اصلا حالشون خوب نیست و گفتش که در حینی که حالم بد بود، بیمارستان بودم، حالم خوب نبود، برداشتم گوشیمو و برای سفره حضرت ام البنین وچه مالی رو ریختم. حالا خدا خیرشون بده انشاءالله. یعنی من گفتم موقع به علی آقا از 7000 تومان ما واریزی داشتیم، ببخشید از 5000 تومان هستش، از 5000 تومان واریزی داشتیم تا حالا مبالغ بالاتر، اما این نکتهش خیلی برای منو گرفت که طرف حالش خوب نیست، به قولم خیلی میگفت حالم بده ولی پاشده گوشی رو برداشته و زده و الانم برام گرفت، حتی پیامی هم که داده پولی رو که زده نوشته و برامون نوشته تقدیم محضر قمر منیر بنی هاشم و مادر بزرگوارشون، ازتون خواهش میکنم دعا بفرمایید گرفتاری های سخت مؤمنین حل شود به دستان پرمهرشان. یعنی دعا برای الهی. دیگری الهی واقعا خدا رو متشکرم. خدا رو بخونید حتما حال هوامون با حتما. مردم بیشتر همراه بشه. آقا هادی عزیز هم مبلغی برای سفره واریز کردن، برای ما نوشتن که التماس دعا، خیلی این مجموعه رو دوست دارم. انشاءالله تعالی که همیشه موفق و مؤید باشید به دعای امام زمان، درود بر شما، ممنونیم از لطفتون. عزیز دیگری لطفاً اسم پسرم محمد جعفرپور رو هم بخونید، براشون دعا کنید، از لطفتون سپاسگزارم. خدا خیر دنیا و آخرت به شما عنایت کنه، ممنونیم از شما. سرکار خانم زاهدی برای سفره حضرت ام البنین نذر رو واریز کردن، خیلی التماس دعا دارن برای سلامتی و شفای فرزندش نوزادشون 1.5 ماهشه که از بیماری سنگ کلیه و کلیه که داره رنج میبره، براشون دعا کنید. بیننده دیگری برای ما نوشته یه مشکل خونگی دارم، برامون دعا کنید. چشم جناب آقای امناللهی، انشاءالله که حاجت روا بشی. آقا همین التماس دعا داشتن، بچی رو برای ما واریز کردن، قبول باشه انشاءالله، ممنونیم از لطفتون. بیننده دیگری برای ما اسم برادرزادهشون رو نوشتن که حالا من اسم نمیبرم ولی دعا گفتن دعا کنید براشون که گیره یه آدم ناباب افتاده و انشاءالله که از این راه و از این مشکلی که پیش پاش افتاده خلاص بشه. مردم در کنار این سفره ما دعا میکنیم، اما شما هم مهمید، شمایی که همکنون دارید این برنامه رو میبینید، با مایی که کنار این سفره هستیم هیچ فرقی نداره، روزه گوش دادیم، گریه کردیم، دل دست توسل زدیم، بعضیاتون تو خونتون سفره انداختید، الان وقت شب آخره این ویژه برنامه هست، شب حضرت ام البنین و شبای آخرم که اسم حضرت زهرا اومد دیگه، نورون علی نوره. دعا کنید، دعا کنید، اول برای فرج، بعد برای مریضا، برای شفای همشون، برای عاقبت به خیری و مخصوصا جوونا که خیلی التماس دعا گفتن. و خصمندان روز بخونم پیامای دیگه. بله بله چند تا دیگه بخونم. من اسما رو نمیگم، فقط پیامای شما عزیزان رو بخونم. خانم جان خودت حاجت همه شیعیان رو بده و یه واسطه بشید که بیام کربلا ان شاء الله. آقا جان یا حضرت عباس، به حرمت مادرتون خانم حضرت ام البنین مریض ما رو هم شفا بده ان شاء الله. برای شفای من هم دعا بفرمایید. یا ام البنین شما رو به دست‌های بریده فرزندتان قسم میدم، کمکم کن هر چه که به صلاح هم هست و به صلاح همه جوان‌ها برقرار بشه و همگی خوشبخت و عاقبت به خیر بشیم ان شاء الله. اللهم شافی و عافی کل مریض، اللهم عجل ولیک الفرج، برام دعا کنید.
به حق آقا ابوالفضل گره کار همه شیعیان باز بشه. حاجت خودت رو، حاجت همه رو خودت بده بیبی جان. سال خوش و پر از برکت و سلامتی باشه ان شاء الله. سلام، اول ظهور امام زمان، سلامتیشون، سلامتی پدر و مادرم، عمر طولانی داشته باشن و سالی پر از سلامتی و عزت و آبرو و رزق و روزی باشه ان شاء الله. سلام بر مادر ادب، ام الادب، حضرت ام البنین سلام الله علیها. اللهم عجل ولیک الفرج و هر چه که به صلاح است اون اتفاق بیفته. چه زیباست واقعا، زندگیامون رو ما سپردیم به دست حضرات معصومین و مطمئن باشید این زندگیایی شاید مشکلاتی توش پیش بیاد، اما اون مشکلی هم که بیاد به دست پربرکت این حضرات، مخصوصا قمر منیر بنی هاشم که زیر بیرقشون هستیم، برطرف میشه ان شاء الله. سلام، التماس دعای فرج، فرج، فرج. همچنین دعای فرج بیننده عزیز برامون نوشتن، همچنین چند تا دیگه. یک خانومی برای ما نوشتن التماس دعا، خواهشم برای سلامتی مادرم دعا کنید، ان شاء الله به زودی شفاشون رو به دست بیارم. یا ام البنین، شما رو به جان پسر عزیزتان حضرت ابوالفضل علیه السلام حاجتم رو برآورده کن و به زودی قسمتم رو کربلا ان شاء الله. پیام آخر هم، سلام، بیمار سرطانی داریم، دعا کنید ان شاء الله برای همه مریض ها و بیمار ما. به آبروی ابوالفضل عباس، به آبروی ام البنین سلام الله علیها، اللهم اشف کل مریض، اللهم عجل لولیک الفرج. سید جان در خدمت. خیلی ممنون، متشکرم، سلامت باشید. اگر که اتاق فرمانی فاصله به ما بده برمیگردیم، من یه جریانی رو میخوام خدمت شما تعریف بکنم و یک حال خوبی که به ما رسیده رو با شما به اصطلاح معروف اشتراک بگذارم. یه فاصله تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم، برگردیم. انتظار منو آواره کرده، منو آواره کرده، منو آواره کرده. هجر یار تو دلم خونه کرده، خونه کرده، انتظار منو آواره کرده، منو آواره کرده، منو آواره کرده. هجر یار تو دلم خونه کرده، منو آواره کرده، منو آواره کرده. بیا 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 یا مهدی. الحمدلله رب العالمین، سلام و درود بی پایان و رحمت خدا بر یکایک شما شیعیان و محبین اهل بیت. قرار بود که در خدمت جناب حاج مهدی اردستانی، یکی دیگر از مادهین عزیز، باشیم، منتها توفیقشون رو در جای دیگه خدا براشون رقم زده بود و الحمدلله که با خبر خوشی که به بنده دادند خدا رو بیشتر از پیش ستایش کردم و دعاشون کردم که
در پی یک همچین حرکت مثبتی رفتن. چیه داستان و حرکت؟ خدمت شما عرض کنم که با یک تعداد از دوستان تحت عنوان کمیته حالا آزادسازی یا حالا زندانیان اینها به خونه یکی از افرادی که مقتولی رو داشتن و حالا دیگه حکم دادگاهی رو هم برای قاتل صادر شده بود رفتن که بلکه بتوانن رضایت خانواده مقتول رو بگیرن و یک شخص دیگری که حالا بر اثر یک غفلت و یک حرکت ناخواسته رقم خورده بود دیگه اون یکی به قول معروف نفر دومی به زحمت نیفته و به پای چوبه دار نره، چون به هر حال شواهد و ظواهر امر بر این بود که تهمتی این وسط بوده، ولی به هر حال حکم بر اعدام اون شخص. الحمدلله خبر دادن به من اصلی که ما درگیر این جریان هستیم و احتمال به تایم برنامه نرسیم. من دعا کردم، گفتم به حق ام البنین سلام الله علیها که نتیجه مطلوب باشه و پاسخ رضایت رو از بانیان و از به قول معروف خانواده مقتول بگیرید، که اون خانواده هم خیلی محترم از سادات میر حسینی بودند که الحمدلله رب العالمین اولیای دم رضایت دادند و قاتلی که حالا با یک تهمت درگیر شده بود و دو سالی هم درگیر این جلب رضایت بودن، امروز به برکت نام حضرت ام البنین سلام الله علیها رقم خورد. و امیدوارم که کسانی که به نوعی بیگناه هستند و در زندانها به سر میبرند به یک نحوی و عنایتی از زندان آزاد بشن. از زندانیان میله‌ای بدتر و سختر کسانی که زندان نفسشون درگیرن و اسیر زندان نفس هستن، که به برکت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه و صاحب این سفره بر کرامت انشاءالله از زندانها آزاد بشن، بیگناهان خاصه به هر حال به آغوش خانوادهشون برگردن و اونهایی هم که متنبه شدن یه جوری اسباب آزادیشون فراهم بشه. زنگ زدیم و ارتباط گرفتم با جناب آقای اردستانی و قرار شد هر زمانی که ارتباط ما با ایشون برقرار شد به صورت تلفنی هم که شده لحظاتی برای ما بخونن و برنامه از نفس گرم ایشون بهره ببره و شما هم قطعا لذت ببرید. ولیکن هنوز ارتباط برقرار نیست، دوستان به من اشاره میکنن اگر که ارتباط برقرار شد، و خدمتون عارضم که انشاءالله بهره خواهیم بود. و اما یک نکته دیگر رو بگم و خدمت شما عارضم که بدانید در خانه یک بانوی دست توسل میزنیم که حضرت زینب سلام الله علیها او رو به عنوان مادر خطاب کنند. اگر نبود فضائل دیگری که جناب عقیل شناخته بود و در این خانواده دیده بود و به قول معروف فضائل دیگری که در رفتار و حرکات و سکنات این مادر گرانقدر نبود، هم همین یه دونه کفایت میکرد که زینب کبرا سلام الله علیها او رو مادر صدا بکنه و یا دیگر حضرات به او به عنوان مادر احترام بکنه. هم سفره بودن و همسایه بودن و بالاتر همسر بودن، هم کف بودن با امیرالمؤمنین خیلی مقام والاییه. وقتی این مقام رو برای صدیقه طاهره سلام الله علیها سراغ داریم، نفر بعدی که میاد یک جایگاه مشابهی رو پیدا میکنه، حالا کسی که نمیتونه به مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها دست پیدا بکنه بدون تعارف، ولی میاد یک جایگاه مشابهی رو پیدا میکنه، گویای این مطلبه که خیلی اجر و خیلی مکان و خیلی شأن والا داره. لذا خدا به آبروی این شخص محترم حتما به دیگران و کسانی که به او متوسل میشوند حاجت روا خواهند شد. و سلام و درود خدا بر این مادر گرانقدر. اجازه بدید یه فاصله دیگه بگیریم، برگردیم. شب‌های جمعه ما با هم رسم بر این داشتیم که ببریم دلهاتون رو کربلا. امشب هم یادم نرفته، منتها گذاشتم سر یک تایمی که حس و حال خوبتری رو برای ما برقرار بکنه. و انشاءالله الان فکر میکنم بعد از توسلمون به حضرت ام البنین سلام الله علیها و
و آماده بودن دلهامون. الان وقتشه اون کبوتری که گفتم مرغ دل یک بام دارد دو هوا، گه مدینه میرود گه کربلا، پر بدیم بره به سمت کربلای ما. الان بریم میان برنامه برگرد. ای حضرت عشق یا ابوالفضل، ای غیرت عشق یا ابوالفضل، ای روح ادب رهین نامت، ای صولت عشق یا ابوالفضل، ای حضرت عشق یا ابوالفضل، ای غیرت عشق یا ابوالفضل، ای روح ادب رهین نامت، ای صولت عشق یا ابوالفضل، ای تاب ابد همیشه سردار در دولت عشق یا ابوالفضل، ای پایه عرش پرچم تو با همت عشق یا ابوالفضل، ای ساقی هر زمان عباس، ای دلبر جاودان عباس، ای نغمه دل سرود هر قلب، ای بر لب من تران عباس. مهتاب جهان کند زیارت از ماه رخت شبان عباس، در مهر و وفا و غیرت و عشق هستی به خدایگان عباس، ای روح نماز ابو فاضل ابو فاضل، ای کعبه راز ابو فاضل ابو فاضل، ای روح سجود ابو فاضل ابو فاضل، ساقی وجود ابو فاضل ابو فاضل، ای روح نماز ابو فاضل ابو فاضل، ای کعبه راز ابو فاضل ابو فاضل، ای روح سجود ابو فاضل ابو فاضل، ساقی وجود ابو فاضل ابو فاضل، ای ساقی هر زمان عباس، ای دلبر جاودان عباس، ای نغمه دل سرود هر قلب، ای بر لب من تران خواهم. از شما دعوت بکنم با من همراه بشید سوار بر قالیچه سلیمان عشق رو به حرم سید الشهدا، یا شما رو به قبله، تا بتونیم به محضر حضرتش سلام بدیم و در این شب جمعه اسم خودمون رو در لیست زائران حضرت ثبت و ضبط بکنیم. ممنونم. هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. السلام علیك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المرسلين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
آسمان تکیه به دستان تو دارد، عباس. آسمان تکیه به دستان تو دارد، عباس. هر گدا امید به درگاه تو دارد، عباس. السلام علیک یا باب الحوائج، یا ابا الفضل العباس، يا غمر العشيرة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن أول قوم إسلام وأقدمهم ایمان. السلام علیک و علی آبائک و اللعنت الدائم علی اعدائک من الان الی قیام یوم الدین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. گم شده نوکر توی دنیا که دور از این غافل افتاده، حس میکنم که بینمون ارباب یه مدت فاصله افتاده. خواهشی دارم ازت ارباب، با این که بی وفا و نامردم، برای هزارم این دفعه آقا بازم میشه دوباره برگردم، بازم میشه دوباره برگردم، میشه برگردم. میشه برگردم، قول میدم از در این سرا نرم، میشه برگردم، میشه برگردم، میشه توبه کنم، میشه باز رام بدی فرصتی باز به جوون خام بدی، جوون خام بدی. الاف به حق الحسن، 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 قبول باشه زیارتتون و عرض ارادتتون به ساعت مقدس سید الشهدا علیه السلام، اون هم در شب جمعه، شب زیارت خاص و مخصوص ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله مادرش که امشب زائر مسجد شریف سید الشهدا خواهد بود
دعاگوی همه شما بینندگان، حقیر و تمام دوستانم که با من همکاری کردند و این 18 برنامه رو در سال 1400 تا 1401 از قرن قبل تا قرن 15 آره از قرن قبل‌تر تا این قرن بعد تقدیم شما کردیم. لحظات پایانی هر کدوم حرفاتون رو با بینندگان عزیز بزنید و دیگه باید خدا حرفی که نمیمونه. ممنونیم از همه شما عزیزانی که توی این شبها، توی این اعیاد لحظاتتون، وقتتون و وقت گرانبهاتون رو البته بگم قرار دادید برای ما و نشستید پای برنامه با خودتون، خانواده های عزیزتون. امیدوارم که با دعاهای خیرتون باعث بشید که ما بیشتر و بهتر بتونیم خدمتگذاری بکنیم زیر بیرق حضرت عباس علیه السلام. خدا رو شکر که این توفیق به بنده حقیر داده شد در کنار استاد عزیزم جناب آقای مصطفی دوست عزیزم علی آقای یاوری که واقعا شاهد بودم از قبل از ماه شعبان. آقا بگم دیگه از قبل از ماه شعبان شروع کردن و برای این دکور و برای این برنامه زحمت کشیدن. همکنونم که این برنامه داره برگزار میشه فکرشون و ذکرشون اینه واسه ماه رمضان چیکار کنن. دعاشون کنید برای اینکه لحظات خوب و نابی برای شما عزیزان بسازن. خیلی زحمت دارن میکشن. خدا رو شکر که این توفیق داشتم در کنار این بزرگواران، دوستان پشت صحنه، که بچه‌هایی که عزیزی که میتونستن الان در خدمت خانواده‌هاشون باشن این شبا لحظه سال طویل، اما اومدن و در کنار همدیگه این لحظات رو برای شما خلق کردیم. چیزی نداریم بگیم جز اینکه فقط محتاج به دعای خیرتون هستیم. ان شاء الله که در تمامی مراحل زندگیتون خوب و خوش و خرم و سلامت باشید و انشاءالله به زودی زود شاهد فرج اون آقایی باشیم که تا نیاید گره از کار بشر وا نشود. ممنون. تشکر از آقای موسوی، آقای سیدموین عزیز که ما همراه بودن. تشکر ویژه داشته باشیم از حضرات اهل بیت علیهم السلام که این توفیق نوکری رو به ما عطا کردن که بتونیم در آستانشون نوکری بکنیم و خاکساری بکنیم. تشکر دوم رو از بینندگان جانی داشته باشیم که در طول این شبها برنامه دخیل رو مشاهده کردن و پای این سفره نشستن امشب و حاجت‌های خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن که انشاءالله به دست با کفایت علمدار کربلا همتون حاجت روا بشین، فرج امام زمان فراموش نشه. هر کاری که میتونید انجام بدید، هر کاری که میتونیم انجام بدیم برای فرج امام زمان و شناسوندن امام زمان علیه السلام به دیگران. خیلی حسن تو این دوره زمان که میگیم دوره فناوری و اطلاعاته، چیزی از امام زمان نمیدونن. وظیفه تک تک من و شماست که اطلاع داریم به همه برسونیم امام زمان چه شخصیتی هستن و منجی عالم بشر کسی نیست جز یک نفر، فرزند مهدی، فرزند حضرت زهرا، مهدی فاطمه سلام الله علیه ما اجمعین. خدا خیرتون بده. خیلی متشکرم. خدا به شما خیر بده و تمام رفقایی که با ما همراهی کردن و الان امشب کنار من نیستند، دو بزرگوار و خودم، فرق نمی‌کنه، به نمایندگی از همه برای بچه‌های شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام خدمتگزار شما هستیم. ممنونم از رفقایی که به عنوان تصویر و تیم تصویربرداری از خدمت شما عرضم که امیر عباس، محمد صادق در فضای اتاق رژی و اتاق فرمان، مجید به عنوان کارگردانی تصویریمون، امیر حسین صدا بردار عزیزمون و بچه های دیگه که به عنوان گرافیک و میان برنامه ها و نظایر این دست کارها با ما همکاری میکردن، اخوی زاده و آقای عرفان. و ممنون از تک تک دوستانی که توی فضای مجازی اطلاع رسانی ها و پوشش های خاص این برنامه رو به جد دادند، از برای بچه های خوبشون که خالصانه و بیریا پا به پای ما تا تایم آخر برنامه همراهی کردن، پشت صحنه گرفتن، عکس گرفتن، کلیپ های مختصر اون سنجاق رو ولو کوتاه تایم ولی خیلی دوست داشتنی برای ما آماده کردن، به نمایش گذاشتیم برای شما. آسد علی، آقا جواد، خدمت شما عرضم که سید موسوی، موسوی دیگری البته نه من بله سید مهدی موسوی، و خدمت شما عرضم تک تک بچه ها که حالا باز هم کارشون ادامه داره، خاصتا تیم فضای مجازی، بارگزاری ها و ارتباطات بعدی رو که انشاءالله خدا به اونها خیر بده. دوستانی که به عنوان سفیر مالی و کسانی که خادم شما هستن میان در به منازل شما، حالا هدایای شما رو دریافت میکنن و با شما در ارتباطن، هم به عنوان روابط عمومی هم به عنوان خادمان بخش مالی با شما در ارتباطن، پاسخگوی تلفن ها هستن
و خدمت شما عرضم که تک تک بچه ها دوستانی که در کربلا باعث شدن که حال دل شما خوب بشه و خدمت شما نایب و زیاره شما بودن، رفقایی که هم اکنون در فضای موکب شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام عمود 842 دارن فعالیت میکنن، آقای مهرچیان، و خدمت شما عارضم که همه اون بچه‌هایی که حالا اسمشون خیلی هاشون از ذهن من میره بالاخره دارن کار میکنن. حالا میگم خیلی هم فکر نکنید ما یک تیم بسیار وسیعی داریم، ولی همین تعدادی که هستیم داریم زحمتمون رو میکشیم به این جهت که امام زمانمون راضی باشه و لطف شما نصیب ما میشه، دعای شما شامل حال ما میشه و امام زمان هم انشاءالله از ما میپذیرن. خلاصه کلام، این فضا رو نمیخوام ببرمش به سمتی که فکر کنیم دیگه داره کلن همه چی تعطیل میشه، این برنامه داره تعطیل میشه تا شب جمعه، شب جمعه آینده، و انشاءالله دوباره به محضر شما سلام میکنیم. روال عادی برنامه ها طبق معمول داره پخش میشه و تقدیم شما میشه انشاءالله با یک توان بیشتری توی فصل دیگر، حالا ماه مبارک رمضان به تبع کاف پرسش بر بال ملائک، احتمالاً شب‌های پرواز برای سحرها، لحظه عاشقی برای افطارها و خلاصه برنامه‌هایی که دوستش دارید و پی گرفتید و دیدینش انشاءالله خدمتگزار شما خواهیم بود. من یک تشکر ویژه می‌کنم از مدیریت محترم مجموعه رسانه‌ای بیت العباس علیه السلام حاجی فهد که با سعی صد و صبوری تمام کاستی های ما رو در انجام وظایفمون میدیدند ولیکن صبوری میکردند و چیزی به زبان نمی آوردند. میدونم که پدرانه دعاگوی ما بودند، کربلا جاشون خوب بود، ما رو دعا کردند، توی ایران آمدند دعا کردند و الحمدلله رب العالمین به برکت نگاه اهل بیت ما خدمتگزار شما هستیم. اجازه بدید دیگه خیلی بیشتر از این وقت رو نگیرم و ممنون که شما وقتتون رو برای ما قرار میدید و میبینید برنامه رو، این حجم پیام ها، این حجم همراهی برای سفره، یعنی ما شبکه رو دیدیم، پسندیدیم و با او داریم قدم به قدم جلو میایم. اینه که من میگم اگر پول نداریم سرمایه واقعی مثل شما بینندگان رو داریم. رسانه اگر بیننده نداشته باشه مملو و از پول هم که باشه به درد نمیخوره، کافیه یک نفر بیاد مردونه پاش وایسه به عنوان بیننده، حالا یک نفر که تمثالیست و مثالیست، ولی سرمایه اصلی هر رسانه بینندگانش هستن و من به داشتن بینندگان فهیم و عاشقی مثل شما افتخار میکنم و همه انرژیم رو خرج میکنم که بتوانم رضایت خدا اهل بیت و شما رو به دست بیارم به اتفاق رفقا. دعا بکنیم برای ظهور اون کسی که همه عالم تحت عنوان موعود هم که شده و منجی طلب او رو دارند و انتظار آمدنش رو دارن. مواظب باشید از دایره عقب نمونید، همه دارن یه جوری کار میکنن، حتی اون آدمهایی که به خیال ما لایکن اونها هم دنبال یک تغییرند. من اسمش رو میگذارم دنبال یک منجیان، خودشون رو نجات بدن، چون غالبا اونها به یک پوچی میرسن، فقط منتظرن یه تغییری تو زندگیشون ایجاد بشه، تلنگر بزنن به قول اون استاد اخلاق، مبادا ما مثل دلاک های حمام های قدیم باشیم، یه وقت کیسه به بدن کسی بکشیم و بدن خودمون چرک بمونه، مبادا دیگران بگیرند داستان مهدویت و جریان مهدویت رو برند برسند به نتیجه و ما با ادعاهامون جا بمونیم. هر کسی باید برای خودش وقت بذاره، تلاش بکنه و به تعبیر علی آقا حضرت حجت رو و وقایع حضرت رو به دیگران معرفی کنه و برسانه و به نوعی مبلغ باشه و الا باخته و ضرر کرده. همون جوری که خدا در قدیر همه هم مقامش رو اصطلاحاً برای اثبات وصایت و ولایت امیر مؤمنان قرار داده تا به امروز، نسبت به موضوع مهدویت هم همینطوره. خدا کم داستان امامت و مهدویت نخواهد گذاشت، کسی پیروزه که در این مسیر حرکت بکنه. دارم شاکلیت میدم هم به خودم هم به دست شما، میخوای موفق باشی با امام زمانت حرکت کن. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. شب روز روزگارتون خوش باشه، انشاءالله لبتون خندون، دلتون خالی از هر گونه غم و قصه، در پناه حضرت ایزد منان. یا علی.
چرا نمی آیی؟ تمام شد لب گورم، چرا نمی آیی؟ جنون گرفتم از تیک و تاک هر لحظه، که بی تو ام ز تو دورم، چرا نمی آیی؟ به خون نشست گلویم ز بغض دور،